میخوایم جزیره مرگ رو فتح کنیم. تمام سیم های ایرانی رو جمع کردیم توی جزیره و قراره به صورت گلدن گل یا گل طلایی به جنگ هم دیگه برن. پس هر کی گل اولو بزنه حریفو در آبهای جزیره غرق میکنه. داستان از این قراره که گردون رو ما میچرخونیم و اسم هر کی از این گردونه بیاد بیرون، مثلا پیکان، پس مهدی خان توی جزیره به سمت پیکان میره، فلش رو میچرخونه و این فلش به سمت هر تیمی که میگفته پیکان بعد اون تیم بازی کنه، یعنی الان بعد پیکان با سنت نف بازی کنه و هر کی توی این بازی اولین گل بزنه دیگه حرفش وقت کامبک نداره. سلام و درود خدا بر شما. بود گردون رو میچرخونیم، همونطور اولین تیم میمونیم که ببینیم اولین تیم چه تیمی خواهد بود. گلگوهر سیرجان در جزیره مهدی خان به سمت گلگوهر میرود، از گلگوهر میخواد فلش رو بچرخونه سمت بالا سمت چپ میافته. گلگوهر و هوادار به هم افتادن. بله اول بازی هوادار در مقابل گلگوهر چه کسی هست میشه؟ آقای حسین صادقی تو بعد گرفته به وسط میاره بازیکن هوادار تو برام لو میدم پاس بده. آقا این ور هواداری اون وره، آها اون ور هواداری این گلگوهر. بازیکن گلگوهر زمین میدارم میزنه شماره 9 شماره 7 هوادار حرکت داره میکنه به سمت دروازه که گلگوهر خالی کرد. اوت بادیگارد زن اون بالا چیکار میکنه؟ اون مشکی بادیگارد سانتر میکشه. گلگوهر گل میشه یا نه؟ هنوز فرصت داره شماره 4 شوت رو بزن. گل نشود. میدوام بازی شروع میشه. بعد بازیکن هوادار میخوان زد حمله رو بزنن یا نه؟ سان گلگوهری شماره 9 خوب داره کار میکنه. تمام میکنه کارو. هوادار به عنوان اولین تیم در آبهای خروشان غرق میشود و گلگوهر به عنوان اولین تیم قرار روی خود رو افسایش میدهد و شمال شرقی ایران رو برای خود میکنه. بعد از اینکه هوادار حذف میرفتیم سراغ تیم بعدی، یعنی تیم دوم که ببینیم چدوم تیم حذف میشه. آلومینیوم عراک. آلومینیوم گردون رو میچرخونه فلش رو و به سمت چپ میفته، یعنی نفت مسجد سلیمان. دومین بازی آلومینیوم در مقابل نفت مسجد سلیمان. به نظرتون نفت مسجد سلیمانی که آخرین تیم لیگ برتر بوده در این فصل و اوت رو به لیگ دست یک، آلومینیوم میبره یا حذف میشه در آبهای خروشان؟ آلومینیوم بازی شروع کرده، نفت مسجد سلیمان و آلومینیوم دو تاشون کشیدن بالا. آلومینیوم عراک ببینیم که از بین این دو تا تیم سریع ترین گل جزیره به اسم کی ثبت میشه. بعد پاس میلو تر چوبره 21 یارو حمله میزنه نفت مسجد سلیمان تو بر نتونست بگیره. زاپات های آنها شوتش به بیرون. من دوست دارم نفت مسجد سلیمان بیاد بالا چون همیشه در حقش ظلم شده. شماره 9 به وسط در میرسونه نفت مسجد سلیمان داره حمله خوبی رو شک میده. اونجا یه دریب یه شوت میخواد کارو تموم کنه. شوت گل نشود. دقیقه آخر نیمه اول شماره 20 پاس داد حرکت میکنه خود شماره 20 تو بر گرفته میتونه سانت بکنه داخل. پاس میده حرکت اون رو به جلو. او بابا سانت کن دیگه تو ازت میگیره الان به خدا. این هوا بریم ما بریم. این بازی رکورددار دیرترین گل جزیره داره میشه. دو تا نیمه چیکاری نکردین شما؟ سانتر سر زاپاتا پاس رو میده. زاپاتا حرکت کرده در عمق تگ به تگ زاپاتا گلش میکنه یا نه؟ توی دروازه. نفت مسجد سلیمان در آبهای جزیره غرق میشود. حالا میوم عراق در اولین بازی قلم روی خودش رو افسایش شد و تونست سمت چپ جزیره مرگ رو فتح کنه برای خود. برو دیگه گرونم تا سومین بازی رو شکل بدیم و نفر بعدی که از رو تشخیص بدیم. زوباهن اصفهان. حتی خان جزیره در جزیره به سمت زوباهن اصفهان میرود. زوباهن فلش رو میچرخونه ببینیم که به سمت کدوم تیم میافته. چپ. و با این تو دریاست یکی دیگه. پایین راست. یعنی زوباهن و پرسپولیس. بازی بین پرسپولیس و زوباهن شروع میشه. من احساس میکنم زوباهن میزنه. جدی میگم. زوباهن اصفهان داره حمله میزنه سمت جلو. شماره چندشون بود؟ شماره 10 زده حمله رو داره میزنه اونجا. تو پر همچنان نگران شده بچو میزنن. یاباته به عقب تر میرسه. سونه میلاد سرلگ دیاباته به سمت راست. والا اینو چرا بازیش نمیدین؟ خب مصدومه یا اول بعد سال کثیر بیرون میره. برسون همین وسط بده اون بر. اشتباه کردی. بده همین بر. بده همین بر لبخط بره. نه بده همین بر. نمیجونه که همون پاس وسط. همون پاس وسط. نمیتونه اخیم بابا. این برو سوان یه پلگشته بالا و پرسپولیس یه پلگشته پایین. خدا میتونی ها به خدا میتونی ها بابا برو جلو تو بده همین ور بده همین ور برو کلا خراب کردی الان هیچ کار میخواد بکنم اونجا. خراب کردی داداش چه گفتم خرابش کردی دوبان زیاد مطلعش کرد نباید میذاشتش تا اونجای کار پرسپولیس پیش بیاد. پنالتی کشی دو تا تیم پنالتیتون رو میزنین. اولین نفره که پنالتیشو خراب بکنه یعنی پرسپولیس میزنه. اگه خراب شد زوباهن میزنه. اگه خراب شد دوباره میزنه. اصلا این کاری ندارم بین. هر کی اولین نفر خراب بکنه اون یکی گلش کنه به خدا حس میشه اون یکی خراب کنه پنالتیو. سانس کن دیگه دور خود داره میچرخی. برو همینجوری برو جلدم چیکار میخواد بکنه؟ یو اول پاس فریارا گلش کن جان هر کی سری خطا. آیا این گل تبدیل به گل میشه؟ توپه وای مگه داریم پنالتی کشی. با این پنالتی زوباهن اگر پنالتی زوباهن خراب بکنه و پرسپولیس گلش بکنه زوباهن حذف شده گلش میکنه زوباهن. پنالتی پریرا اگر که خراب کنه پرسپولیس
تموم و زباهن قهرمان جام حذفی لیگ و سوپرکاپ ایران رو حذف کنه و قلمرو رو خودش گسترش میده. بریم سراغ بازیکن بعدی، یعنی تیم بعدی، مثل کرمان. حتیخان در جزیره به سمت مثل کرمان میرود. فلش رو مثل کرمان میچرخونه و ببینیم که کدوم سمت میافته. والا سمت چپ، سمت چپ بالا، یعنی صنعت نفت آبادان. حالا صنعت نفت مقابل مثل کرمان. صدای حمله بچهای صنعت نفت رو میتونه بگیره. مثل کرمان به عقب تر میاره، قلمرو خوب بازی میکنه. دو تا تیم کشیدن، نه عقب، عقب نه، نه عقب، عقب نه. شماره 13 بالاتر میرسونه بازیکن های زیبا پشت مدافعین، بعد ارسال بکنه شماره 7 توپر گرفت. صنعت نفت آبادان. الان مثلا لوگوی صنعت نفت آبادان چیه؟ خب آدم یاد شرکت گاز میفته. درست جزن اهمیت نمیدیم به تیماتون. مثلا آبادان چی میتونستم بذارم یه فکر کنم. واسه آبادان میذاشتیم برزیل ایران، چه خفن بود. با رف یارو بده پشت مدافعین، بار کلا تک به تک گلش کن، گلش کن، بزن، تمام کنه کارو. مثل کرمان در آبهای خروشان غرق میشه، داخل سمت خانه میرود و صنعت نفت آبادان قلم روی خود را گسترش میدهد. گردونه رو چرخونیم روی فولاد افتاد، فلش رو چرخونیم و سمت چپ بالا افتاد، یعنی فولاد و آلومینیوم عراق. یک هوای گرم و شرجی، شرجی در جزیره مرگ ایران. چی میشه؟ فولاد خوزستان رو حمله میکنه. شماره 70 به سمت چپ میرسونه، هفت واسه سانت کردن. شماره 3 داخل هست، سانتو نکشید. بیا رقب. شوت شماره 21 دلو تر میرسونه. زاپاتا توپر گرفته، پاس بیرونه با بار کلا یکی اونجا انداخت، نمیدونم اصلا واسه چی افتاد اونجا. کاپیتان تیمو نگاه. سردت نیمه بعد واسه بودن رو سر باز کنن خودی. زاپاتا توپر رو استوب میکنه. شماره 11 بیرون تر میتونه برسونه. بابا این زاپاتا شب بازش خوبه، باورم نمیشه. خیلی دارن مسخره بازی میکنن، خیلی مسخره دارن بازی میکنن. بعد خوزستان از سمت چپ توپ رو نگه داشتن در وقت های اضافی. صدام بر خوب نگه داشتن. شماره 17 وسط هم میرسونه. شماره 9 برمیگره، شوتش در میاره دروازه‌بان. عارف آقاسی به جای سعید آقایی عوض میشه و گل. دقیقه 105 حالا میو مراک برنده بازی پیش از رقابت ها هست میشه. فولاد خوزستان به همین سادگی صاحب سه قلم روی زیبا میشود. میریم سراغ تیم بعدی تا ببینیم که تیم بعدی که از میشه که استقلال تهران. در جزیره متیخان به سمت استقلال تهران میرود. فلش رو میچرخونه استقلال و به سمت پایین سمت چپ میفته، یعنی به سمت فولاد خوزستان. ببینیم آیا استقلال تهران در این جزیره در استادیوم آزادی که نمیدونم استادیوم آزادی در جزیره ما چی میگه مانند پرسپولیس حذف میشه یا که نه قدم روی خودش رو گسترش میده. متحری تو تمرین قشنگ دارم اونجا میذارم. محمد موهبی توپ رو نبل لو بده به جلوتر. توپ رو گرفتن استو موهبی، توپ رو گرفت عقبتر. چشم میده راست، سانتر، 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 تمام میکنه کارو. نه تموم کرد گرو، تموم کرد گرو استقلال. پس با این نتیجه فولاد خوزستان از جمع رقابت های جزیره خدافظی میکنه و سمت غرق شدن میره و به این ترتیب استقلال تهران صاحب بزرگی ترین قلم رو در جزیره میشه و فقط 10 تا توی جزیره باقی موندن. پیکان حتکان در جزیره میشه و سمت پیکان گردونه گه فلشی و میچرخونه. سمت چپ بالا میافته، یعنی پیکان و سپاهان اصفهان. پیکان مقابل سپاهان قرار گرفته. پیکان کشته رو به بالا و سپاهان رو به پایین. مصوم جلو میرسونه. سپاهان به سمت راست میتونه خودش رو بندازه. شماره 81 داره میره خودش. شماره 81 توپ رو گرفته به سمت جلوتر. فرشاد احمدزاده پاس میتونه بده یا نه؟ پاس میدادی گل بودش. سانس به دردشون نمیخوره در اینجا. سانتر به دردشون نمیخوره. بعد پاسکاری بکنن. ساندر میتونه هدش گل بشه. دست بازیکن پیکان میشه تا بعد سمت شماره 19 که کور زن بازی باشه. اچ به خدای اچ برمیگرده میرن سراغ بازیشون و گل. دقیقه 44 پیکان سبان رو حذف کرد. سبان از جمع بازیکن های جزیره و تیم های جزیره خداحافظی کرده در اولین بازی و پیکان به همین راحتی آب خوردن قلم روی خودش گسترش داد و سبان رو حذف کرد. بعد از حرکت برگزون پیکان جلوی سبان و حذف سبان رفت تو رقابت کنه بعدی و باز هم پیکان این دفعه در جایی نرفتش. مدی خان به همون پیش پیکان موند. پیکان دوباره گردونه رو چرخوند و فلش به سمت چپ بالا میفته، یعنی پیکان در مقابل استقلال که بزرگترین قلم رو داره. اینا واسم سوال کدومشون میاد بالا. هر کی از این بازی بیاد بلا راحت قهرمان میشه. محمد محبی زننده سریع ترین گل جزیره در دقیقه 43 بازی. ساتش همین گل میشه یا نه؟ مهری محبی هدو میتونه بزنه یا نه؟ هدو نتونه بزنه. روزبه چشمی وسط بعد بیاره سریع تر. روزبه خراب کرد. نیمه بعد 0-0 بازی از سر گرفته میشه و نیمه دوم به آغاز در میآید. اصلا پیکان حرکت میکنه رو به جلو از سمت چپ میخوان نهوس بکنن و ساند بکنن رو دروازه. مشو مدافعین سیلوا عالی. موهبی موهبی تو سوتو آخرین موقعیت. یامگا سانتش برمیگرده کورنر. تموم پنالتی کشی. نمره 79 پنالتی میخواد به سید حسین حسینی بزنه ببینیم که گل میشه یا نه. گل میشه یا نه؟ گل کرد. ضربه بعدی مهدی قائدی اگر خراب بکنه در جزیره ها قوطه بر میشه. استقلال تهران پیکان چیکار میتونه بکنه؟ همچنان مساوی هستن. پیکان خراب کرد. محمد محبی بار دیگر میتونه استقلال رو به مرحله بعدی ببره یا نه؟ نه. شماره 9 مدافع
ثمر میرسونین. اگر این گل بشه استقلال گل نکنه پیکان رفته، گلش کرد. و حالا اگر که ارسلان مطهر این توپ رو گل نکنه استقلال غرق در آب میشود، گلش کرد. خیلی بازی رو پای پای پیچونه و کسی نمیخواد از جزیره اخراج بشه. شماره 3 گلش نمیکنه. حالا اگر استقلال این ضربه رو گل کنه، مهدی پور این ضربه رو گل کنه، در جدول میمونه و پیکان حذف میشه. تمام میکنه کار استقلال. پیکان از رقابت ها خداحافظی میکنه و استقلال تهران به همین سالگی قلب روح خودش رو، یعنی مرکز زمین رو، برای خود میکنه. گردونا رو چرخوندیم و منتظر بودیم نساجی افتاد. به سمت نساجی رفتیم در شمال، فلش رو چرخوندیم، به سمت راست پایین افتاد. تازه شروع میشه بعد بین نساجی و گلگهر چه کسی میبره. نساجی مازندران ببینیم کاری میتونه بکنه توی این بازی یا نه. احمد موسوی، اشتباه احمد موسوی، توپ دست گلگهر میرسه. کسی که تونسته بود قلمرو خودش رو گسترش بده مقابل نساجی بخواد بازی بکنه. نساجی ببینیم که قلمرو گلگهر رو میتونه به مال خود بکنه نساجی یا نه. به سمت چپ میاره گلگهر، به سمت جلو میتونه برگرده و شوتشو بزنه. چمون شوت بعد بشه یا اول فاز پاس رو بده، گل اشتباه میکنه. نساجی دفاع رو خالی کرده قشنگ. یا نیمه اول 0-0. چشم از نساجی آب نمیخوره حقیقتا. سانت رو به جلو، ضربه سر زده میشه یا نه. ضربه سر رو به عقب تر واسه نساجی زده، حمله دارن تشکیل میدن. علی به چرخه زده، چرا تو با میاری بالا آخه؟ رف رف اون رف، برو کلو. چه پاسی؟ وای نمت پاس میدادی. سان میکنه بکنه رو دروازه، سان نمیکنه، به سمت داخل میاد، پاس میتونه بده، یه چرخ گردش گلش میکنه. نه گلگهر داره خوب زده حمله میزنه اونجا، نساجی نمیتونه مهارشون بکنه. به سمت چپ خراب داره میکنه نساجی. تمومه، دقیقه 90 میرسیم، 2 دقیقه وقت اضافه. آخرین فرصت برای گلگهر و آخرین زده حمله برای دو تیم. شماره 9 خراب میکنه و تمومه. پنالتی کشی نساجی مازندران اولین پنالتی رو میزنه. فکر کنم شعب گوران که داخل دروازه قرار گرفته. بله گل میشه یا نه؟ گل نمیکنه نساجی. بزن آقا گلش کنه نساجی، کارش تمام. علیزاده حقیقی توپر میتونه بگیری یا نه؟ به به قاضی ادامه پیدا میکنه. آیا نساجی میتونه جبران بکنه اون پنالتی که گل نکرده بود و گلگهر رو حذف بکنه از رقابت ها یا نه؟ خیر 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 خیر، بزن گلش کن آقا، بزن گلش کن، تعارف نداریم که. تموم شد رفت. نساجی مازندران از همون شمال خداحافظی میکنه و گلگهر سینجا مثل آب خوردن نساجی رو حذف کرد. البته آب خوردن که یکم سخت بود. رفتیم سراغ تیم بعدی تا تیم بعدی رو انتخاب بکنیم ببینیم که کدوم تیم میافته بالاخره. نوبت استقلال دوباره میشه یا نه؟ ذوبان اصفهان. از سمت شمال به سمت ذوبان میرویم و ذوبان فلش رو میچرخونه. به سمت راست بالا میافته، یعنی گلگهر سیرجان. بازی بین زمهن و گلگهر آغاز میشه در اصفهان. نه ببخشید، جزیره آقا اصفهان. خیلی خوبه ببینیم که گلگهر که تونسته 3 تا قلم رو برای خود داشته باشه حتی بیشتر، زمهن میتونه شکست بده و قلم رو 4 رو به دست بیاره یا نه. اگر این اتفاق بیفته تقریبا شمال جزیره برای گلگهر سیرجان میشه. زمهن اصفهان سر تو میزنه اما تونای زمهن خطا رو گرفته. زمهن ارسال میکنه روی دروازه، ضربه سر زمهن، گل. دقیقه 7 و زباهن تقریبا شمال جزیره رو برای خود میکنه. در مجموع هم که مشاهده میکنید کلا 6 تا تیم مونده، 3 تا پایین استقلال و زباهن هم که وسط تراکتور هم بالا سمت چپ. پس گردان ها چرخوندی منظر تیم بعدی موندی و باز دوباره زباهن اصفهان. این بار مرد خان جوینر و فقط دوباره سوالشو از زباهن تکرار کرد و فلش دوباره چرخوند زباهن اصفهان به سمت چپ پایین، یعنی زباهن و استقلال تهران. هر کسی بازی رو ببره. ببین البته استقلال من دوباره اون حرکتم گفتم، سپاهان نمیدونم که استقلال با کی بازی کرده بود، بردش گفتم هر کی بره فلانه. استقلال اونجا برد، اوکی. سریع هم جلو میرسونه بازیکن زباهن، به سمت چپ میرسونه، برو کلا همینا، برو برو همینا. آخرین فرصت نیمه اول برای زباهن. اچ یا ابد فصل، یا علی بزن بزن شوتو، بزن بزن شوتو. اگر زیبای استقلال به سمت چپ میاره میتونه همین رو تبدیل به گل کنه. مهری خطرناک در میاره زباهن. دقیقه 82 داریم میریم یواش یواش به سمت پنالتی کشی. صادق صادقی، اوه زباهن خطریه، زباهن خطریه. دقیقه میرم برای پنالتی کشی، پنالتی کشی. اخ زباهن اصفهان شماره 10ش. عالی خراب کرد پنالتی استقلال. اگه این پنالتی تبدیل به گل بشه زباهن کل شمال جزیره رو از دست میده. نشد. بار دیگر زباهن شماره 90 فرصت داره که دروازه استقلال رو باز بکنه بالاخره. بدگوی کار میکنه و حالا استقلال که اگه محبی دروازه رو نتونه باز کنه و پنالتی آخر ملاشو خراب کرده. مساوی، خرابه، گول، کارش تمومه. استقلال خراب کنه تمومه کارش. شماره 11 چیکار میکنه؟ پنالتی
گره حسین. حالا این استقلاله مهدی پوره که اگه دروازه رو باز بکنه استقلال کل شمال و مرکز رو گرفته واسه خودش، همین کارو میکنه و صبحان هم به پایان نساجی و گلگهر دوچار میشه و از شمال خداحافظی میکنه و استقلال تقریبا کل جزیره رو برای خود میکنه و سکاندار یزیره سانجایک ها. همین پنج تیم که مشاهده میکنید در یزیره موندن و چرخوندیم تا ببینیم که بالاخره نوبت تراکتور میشه یا نه. باز هم استقلال تهران استقلال فلشو چرخوند به سمت راست پایین افتاد. پس استقلال به صنعت نفت آبادان خورد. میگم چه کسی استقلال میتونه حذف کنه؟ استقلال حذف بشه رقابت با تراکتور سخت خواهد بود. من نمیدونم جون محبی چی میخوان شما، هی میکشی رو سر محبی. او صنعت نفت رو زدم نمیذاره. صنعت نفت آبادان شماره 10 شون یامگار میتونه دیری بکنه یا نه؟ خیر محبی به وسط میرسه دوباره خود محبی، همه توپ استقلال داره به محبی میرسه. چشمی مطهری کیه؟ هیت نه اول تموم شد 0-0. رونالدو گفته امسال بعد خلاف انتظاراتم پیشرفت صراحتا انتظار من این فصل تا حدی متفاوت انتظار داشتم. امسال حداقل یکی از عناوین قهرمانی رو بزنم، اما همچنان بده وسط بچرخ بزن، بچرخ این مرد بزن، شوتش کن. استقلال هست نشود. طالب ریکانی کورنر رو ارسال میکنه روی دروازه استقلال و باز هم پنالتی کشی. اعتقادی شوتشو گرفت. از صنعت نفت آبادان این ضربه رو تبدیل به گل بکنه. استقلال تهران حذف میشه از میادین. استقلال سرنوشت بقیه تیم‌های حذفشون دوچار میشه بعد کل قدم روی گرفته بوده و تمام تلاشی که کرد از دست میده و خدافظی میکنه. و صنعت نفت آبادان با بازی کمتر تونستش 90% نقشه رو برای خود بکنه، یعنی برزیل آبادان. میچرخونیم گردون رو به سمت کدوم تیم میافته؟ یا ملوان تراکتور یا کی؟ ملوان بادران زلی به چرخونه اینو به سمت راست بالا میافته، یعنی بازی با صنعت نفت آبادان یا همون برزیل. ببینیم که آیا ملوان در این ناباوری همینجور که استقلال پرسپولیس و سپاهان حذف شدن میتونه صنعت نفت یا همون برزیل آبادان رو حذف بکنه یا نه. صنعت نفت آبادان داره قشنگ بازی میکنه، واقعا استحقاق برد و داره. چرا نزدی همونو؟ دوستان آبادانی اگر باختی تقصیر همین بشری بود که شوت زد، من نمیدونم. پاس وسط میتونه بده شماره 3، میتونه وسط راه بندازن. چه پاس عالی داشتن از نفت آبادان. یه دور پاس خاطر میتونه کارو تموم بکنه. ضربه سر گل نشود. آبادان من رنزلی یه پله میکشه عقب. حالا میتونه بچرخه گلش بکنه شماره 3. تیر دروازه. دقیقه 85 بازی داریم میرسیم. من فقط 5 دقیقه مونده تا پایان دیدار و پنالتی کشی. اوه صنعت نفت آبادان تو پره لو میده یا نه؟ لو نمیده. بده خودش بره. اشتباه کردی و تمام دار میشه آخرین موقعیت برای این تیم ها. وش بچرخ بزنش تموم میکنه قرص نفت نفت آبادان. با ملوان در اولین بازی خود خداحافظی میکنه در آبهای بندر انزلی و نفت آبادان به سادگی هرچه تمامتر 99% جدل رو مال خود کرد و فقط تراکتور رو برزیل و مثل رفسنجان موندن که هنوز تراکتور رو مثل رفسنجان بازی نکردن. خیلی خوب، این بازی نیمه نهایی به حساب میاد و هر کسی که این بازی رو ببره به سمت فینال میره. مثل رفسنجان بالاخره نوبتش رسید. به سمت مثل رفسنجان در جنوب شرقی جزیره میریم و به سمت چپ بالا میافته. خدایی دارم، ببین اصلا من به این بین هیچ کدومش این کاری ندارم، ولی تراکتور بیاد فینال ببره خدایی ظلمه. اوش وای، بازی بسیار سم بین مثل رفسنجان و صنعت نفت آبادان یا برزیل. بازی شروع میشه. مثل رفسنجان صنعت نفت آبادان ببینیم که در این بازی رکورد سریعترین گل شکسته میشه توسط این دو تیم یا نه. شماره 7 حمله خطرناکی دارن میزنن اونجا صنعت نفت آبادان. همچنان صاحب توپ و مالکیت توپه. به وسط به چرخه زده اشتباه کرد. خطا واسه صنعت نفت پشت 18. صنعت نفت ببینیم که این ضربه رو میتونه تبدیل به گل بکنه یا نه. چه شما آب نمیخوره این ضربه گل چه؟ واش همچنان مثل رفسنجان فشاری نیوارده رو دروازه صنعت نفت آبادان. تو چه تو یه جای اصلا تو الکی دور کردی واسه چی؟ الکی من چه آقا به من چه؟ تمام نیمه اول 0-0. فقط بعدشون این لاس میزنن. چه پاسی داد یارو؟ یا علی در آورد دروازه. من همینو شوت کن. من میگم اشتباه. من قبول ندارم این بازی رو. شوتش کن دایرکت. داره دفاع میکنه تو پنالتی بتونه بره اونا رو. صنعت نفت داره درو میکنه. 89 دقیقه 90 بازی. میگه چه زیر تو با تموم پنالتی. اولین پنالتی مثل رفسنجان میزنه. اگر که گلش بکنه و صنعت نفت نتونه گل کنه، قلم روی صنعت نفت و مال خود میکنه. بورک. وای. صحنه حساس. صنعت نفت آبادان اگر گل نکنه حامد نکم رو با مثل رفسنجان رفتن بالا. نفت آبادان با کل تلاش و زحمت از جزیره اخراجی میشه و در آبهای خروشجان غرق میشود و مثل رفسنجان با فقط یک بازی در ضربات پنالتی داره یواش یواش قهرمان میشه. فینال بین تراکتور و مثل رفسنجان. البته ببین منطقی اینه که چون مثل رفسنجان با فقط یک بازی کسی رو شکست داد که کلی بازی کرده بود، الانم تراکتور با اولین بازیش مثل رفسنجان رو شکست بده، پس این میشه به اون در
یعنی کارما رو پس بده مس. شماره 6 کاپیتان تیم مهدی کیانی به جلو تر میرسونه. شماره 7 پسر میاره خودش رو به جلو حرکت میکنه میتونن سانس رو کنن. چی تو خراب کرد؟ چیکار داری میکنی؟ شماره 7 به جلو تر. شماره 9 گل میشه یا نه؟ در میاره حامد لک. دکتر سازی تبریز. آقا این همه پول دادن سازی تبریز رو برداشتن. سمت چپ میتونه راه بندازه. سمت جلو راه میندازه. شماره 9 خطریه مثل رفسنجان جان. پاس رو میتونه کارو تمام کنه. شماره 29 بده دیگه بده دیگه بده همین اسدی بره. پر کلا قمبری آلویز اسدی آلویز تمام میکنه کارو. دقیقه 47 بازی آلوز دروازه رو باز میکنه. ریکاردو آلوز مثل اصلا این کارما رو پس داد و از جزیره خدافزگر رو اخراج شد. مثلا تو سازه ترمیز همینطور که مشاهده میکنید قهرمان باهوچه جزیره مرگ شد. امیدوارم که این ویدیو لذت ببرید. شاید این ویدیو لذت بردید و دوست دارین جزیره مرگ رو واسه موضوعات مختلف دیگه هم بریم. حتما ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت بنویسید خدا نگهدار. توی کامنت ها ننویسید خدا نگهدار که من گفتم خدا نگهدار.